با درود خدمت هموطنان عزیز و شرکت کنندگان و به خصوص فعالین امر حقوق بشر، یک رشته مسائل رو میخواستم که خیلی به اختصار و تلگرافی مطرح بکنم که در وقتی که هست بشه یک مقداری تبادل اندیشه رو انجام بدیم. در رابطه با تم اصلی حقوق بشر یک سری مسائل مطرح هست که به نظر من قبل از وارد شدن به بحث اقلیت‌ها خوب هست که بهش توجه بشه که لااقل کلیه فعالین حقوق بشری بدانند که دیدگاه‌ها و یا منافع یا کارهایی که میشه انجام داد یکسان نیستن لزوماً و هر مسئله رو باید به تناسب اون وضع و احوال و شرایط مشخص به جلو برد بدون اینکه تخطئه کرد کار دیگران را که در رشته های دیگر حقوق بشر فعال هستند. اصولا اعلامیه جهانی حقوق بشر در دامن سیاست متولد شده و در سایه سیاست رشد و توسعه پیدا کرده. جنگ جهانی دوم شروع کرده، در مقابل جنگ سرد ایستادگی کرده و همکنون هم تابع سیاست‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی هر کشور و هر سازمان بین‌المللی است. بنابراین اگر قرار باشد که فقط ما به عنوان فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشری در ایران از سیاست احتراز بکنیم، دست خودمون رو از پشت بستیم و به واقعیت این امر که از چه اهرم‌هایی میتونیم استفاده بکنیم و چه کسانی در مقابل ما یا در پشت سر وقایع کمین کردند غافل خواهیم موند. بنابراین حقوق بشر رو ما نمیتوانیم از سیاست جدا کنیم به عنوان یک اصل. حالا در بعضی رشته های اون البته میتوان کاملا غیر سیاسی عمل کرد، ولی اینها بستگی به وضعیت و مصلحت و غیره داره. یک نکته دیگری که میخواستم مطرح کنم مسئله حقوق بشر هست و مقوله مذهب سیاسی، مذهب افراطی و رشدیابنده در سطح جهان که به نظر من ریشه بیشترین مشکلات ما در ایران فعلی در اون هست. البته مذهب همونطور که میدونیم تفاسیر مختلف داره. در اسلام که به قول امام خمینی میگفت که دیانت ما عین سیاست ماست، تفاسیر مختلفش رو بر همه ماها شنیدیم و من مطمئنم صدها تفسیری که نشنیدیم هم در دنیای اسلام وجود داره. ولی بحث من راجع به اون چیزیست که ما باهش مواجه هستیم و در حکومت ما در مقابل همه ما به نوعی سفارایی کرده. مشکلی که با حقوق بشر در سطح جهانی در مقابل مذهب هست این هست که کشورها، ملت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی مثل خود سازمان ملل متحد و بسیاری از این جریانات دادخواهی و حقوق بشری در سراسر جهان همکنون مشغول عقب نشینی بسیار سریعی هستند در مقابل مذهب افراطی و مهاجم. من یادم هست که وقتی داشتن اینترنشنال کریمینال کورت را راه می‌انداختن تمام بحث این وکلای بنیانگذارش که در آمریکا ما چند تاشون رو ملاقات کردیم این بود که کشورهایی که در قانونشون مسائل خشونت آمیز مطرح شده باشد جز این دادگاه نخواهند بود. البته نظیر این در سایر مؤسسات هم هست. یعنی اگر در ایران سنگسار یا تازیانه زدن یا قطع دست و پا اینها هست، این رو ما جز شکنجه و اجحاف حساب نمی کنیم چون در قانون ایران هست. که سوال ما این بود که پس شما این قانون رو برای کی دارید تصویب می کنید؟ این دادگاه رو برای کی دارید میذارید؟ که به هر حال تا کنون که این دادگاه ها بیشتر مسائل ضد غربی بودن تا ضد اون چیزی که مشکل مشخص ما هست. در عمل حقوق بشر به مذهب سیاسی مسئولیت سیاسی اهدا کرده. یعنی هر کشوری به بهانه مذهب خودش قوانین ضد بشری بگذاره معاف هست از مؤاخذه بین‌المللی.
و از خودش این ماجرای حقوق بشری کم کم داره سلب صلاحیت میکنه. من نمونه میدم از قانونهایی که منجر شد به اینکه دو ماه سه ماه پیش سازمان ملل متحد تصویب بکنه که هر گونه توهینی به هر مذهبی چیزی غیر محکوم است و فلان است و اینها. و ما میدونیم که هر انتقادی از نظر شنونده اون انتقاد یا کسی که هدف اون انتقاد هست به نوعی توهین محسوب میشه. ما میدونیم این رو و یعنی به همه میشه بعد از این توهین کرد به جز حکومت‌های مذهبی که در سراسر جهان هستن، یا ما همه شاهد بودیم که در دو سال آینده در بسیاری دو سال گذشته در بسیاری از کشورها سر ماجرای کارتون‌های حضرت محمد و غیره بسیاری از کشورها و مؤسسات عملاً آزادی بیان رو که این همه مال و عقل سرش مسئله داریم، حالا کشور اروپایی ماشاءالله اینقدر آزادی بیان دارن که شاید یک کمی کوتاه میتونن بیان، ولی عملاً آزادی بیان رو تعطیل کردن در مورد هر گونه انتقادهایی که به مذهب مهاجم افراطی وارد هست. و به جز اینها مسئله رشد دورانی و گهگاه تئوری نسبی‌گرایی فرهنگی و کار فرهنگی هست. ببینید اینها به هر حال خوب هست، ما همه بیشتر از خارجی ها میدونیم که مردم ما یا خود ما، حتی خود ما هم که خیلی فرقی با مردم خودمون نداریم، ما میدونیم که از نظر فرهنگی باید کار زیاد بشه دراز مدت، ولی واقعیت چه نگاه کنیم به مملکت خودمون، کار فرهنگی دراز مدت یک کار 100 ساله هست. شما نمیتونید به کسی که داره اعدام میشه، کسی که پدرش اعدام شده، کسی که قومش داره نابود میشه، کسی که گروه مذهبیش، گروه سیاسیش در حال نابودیست، فرهنگش، آثار تاریخی و باستانیش در حال نابودی هست، بخواهید که 100 سال صبر بکنه که ما کارمون رو انجام بدیم و بعدا نوبت شما خواهد رسید که انشالله به وضع شما رسیدگی خواهد شد. این من رو به یاد چپی‌ها میندازه که اول انقلاب میگفتن اصلا سر مسئله زنان هیچ گونه حرفی نزنید، اعتراضی نکنید، چون امام خمینی ضد امپریالیست هست و مسئله زنان باید صبر کنید تا بعد از دوران سوسیالیسم. همون جوری که دوران کمونیسم مد شده بود در بین اینتלקچوال‌ها و اینقدر این رو آرمانی و عجیب غریب میگفتن که هیچ وقت قابل عملی نباشه و حتی جلوی کارهای روشن سیاسی و سوسیالیستی در درون جامعه را میگرفتن، الان هم حقوق بشر به عنوان یک چیز خیلی آرمانی و بسیار دست نیافتنی داره در میان که به خاطر برنامه 100 ساله که بعضی ها ارائه میدهند دیگران گویا باید خشم این رژیم را برنیانگیزن و فقط به تربیت خودشون و اطرافیان خودشون بپردازن. من معتقدم کار فرهنگی خیلی خوبه، باید انجام بشه و این مسئله فقط ایران هم نیست، آمریکا، اروپا، همه جا اینطور هست، باید ادامه پیدا بکنه. این کار 100 ساله رو دوستان برن بکنن، وقت دارن، وقت براشون مسئله هست، مسئله نیست، ولی واقعیت اینه که بخش زیادی از کارهای حقوق بشری زمان براش عامل مهمی است. هر ایدئولوژی، هر چیزی که آرمانی میشه، اول اتفاقی که بلایی به سر دوروریاش میاره اینه که مسئله فاکتور زمان رو از معادله حذف میکنه. یعنی میفرمایند که ما 100 سال، 150 سال وقت داریم، دغدغه‌ای هم نداریم تا جامعهمون رو تربیت کنیم یا خودمون رو تربیت کنیم. تکلیف اونهایی که در این 100 سال کشته میشن، ممالکی که برباد میرن، چیز دیگری است و دفاع از زندانیان، دفاع از اعدامها، دفاع از مسائل و حتی تغییر رژیمها مسائل فوری است که زمان درش مهم هست. بنابراین باید که ما توجه داشته باشیم که رشته های مختلف کار حقوق بشری اگر قرار است انجام بشه، نیاییم بگیم که کمیسیون رسیدگی به مسائل جنایت رژیم مهم نیست. نه خیر، بسیار مهم هست. نیام بگیم که تحریم گذاشتن روی رژیم بد است. نه خیر، لازم است. کار خودمون رو 100 سال اگر میخواهیم بکنیم، بکنیم کار فرهنگی همیشه دراز مدت. حقوق بشر و اقلیت‌های دینی و قومی، من سعیم اینه که تکرار نکنم صحبت‌های خانم پیرنظر رو، به یک سری اصول کلیش اول میپردازم،
اولی مشکلی که ما به عنوان اقلیت‌ها در مقابل هموطنانمون داریم این است که هموطنان معمولا فکر میکنن که خب این اقلیت‌ها که کوچیکن، اینها نمیتونن در معادله نقش بزرگی داشته باشن و نباید هم داشته باشن. اگر داشته باشن خیلی پررویی هست و زیاده خواهی است. بحث اول من این است که شما توجه داشته باشید که این واقعیت که الان اقلیت‌های بسیار کوچیکی در ایران وجود دارن، مثلا آمار دادن خانم پیرنظر، مثلا زرتشتیان 40,000 نفر، یهودیان 22,000 نفر، اینها نتیجه قرنها کشدارهای بسیار بزرگ، اجحافات، قوانین سرکوبگر، قوانین محدود کننده و غیره بوده. ما مذاهب و قومها و گروههای در ایران داشتیم که الان دیگه وجود ندارند. این که در بامیان که بخشی از ایران بوده شنیدی مجسمه های بودا را خراب کردند، دورور این مجسمه ها آدم وجود داشته در سابق. اول آدمهاشو کشتن و اخراج کردن و بعد طالبانی پیدا شده که مجسمه ها رو زدن. بنابراین بی توجهی به مسئله اقلیت ها به نوعی تأیید این مسئله تاریخی هست، یک. و دو اینکه دوستان باید توجه داشته باشن که اگر دایورسیتی و تکثر گرایی رو ما در مملکت به عنوان یکی از پایه های استقرار دموکراسی و حقوق بشر بدونیم، ازدیاد عددی یعنی ازدیاد تعداد، ازدیاد انواع در میان ادیان و عقاید، اینها چیز مثبتی است و باید ازش استقبال کرد که موناپولی و انحصار دینی در ایران از پایه شکسته بشه و بنابراین هر نه اینکه هر اکثریتی به هر اقلیتی ظلم بکنه، بلکه یک مجموعه ای از افراد تاریخی و موجود و عقیدمند در کشور رشد و توسعه بتونن برای آینده پیدا بکنن. اینها مسئله است که به نظر من خود کوشندگان حقوق بشری باید در نظر داشته باشن. عرض کنم خدمت شما، تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران کمتر از 2% جمعیت رو اقلیت‌های غیر مسلمان تشکیل می‌دادن، که اون هم به دلیل این بود که برای اولین بار در تاریخ در دوران پهلوی ها نوعی سکولاریسم در ایران وجود داشت. و حکومت پهلوی چرا حالت سکولار داشت؟ یکی به خاطر رشد سکولاریسم و ملی‌گرایی در دنیا و در اروپا بود، فشار و حضور اروپاییان بود، و یکی دیگر هم به این دلیل بود که پهلوی ها قانون اساسی ایران را نادیده گرفتن. یعنی دیکتاتوری که در اون دوران وجود داشت یک سری خوبی هم داشت. شما فراموش نکنید در قانون قبلی شورای نگهبان وجود داشت در قانون مشروطه، منتها 5 نفره بود. یعنی الان که جمهوری اسلامی شورای نگهبانه نمیدونم چند نفره، 70 نفره، 30 خورده، در چند؟ بیشتر از 12 نفر بود. به هر حال در دوران پهلوی و مشروطه قانون اساسی ایران 5 نفر آخوند رو قرار بود داشته باشه که تمام قوانین رو وتو بکنن. لااقل نادیده گرفتن اون قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ شاید 500-600 ساله قبل از خودش باعث شد که اقلیت‌ها در ایران یک نفسی بکشن و یک رشد و توسعه فرهنگی، رفاهی و غیره رو انجام بدن. و فقط 50 سال بعد از بقای یک همچین سکولاریزمی در ایران، جمهوری اسلامی از روزی که تأسیس شد، با تشکر از کلیه کسانی که رأی دادن به تأسیسش، بنده و سایرین رو تبدیل به شهروند درجه 2 کرد از روز 13 فروردین. و قانون اساسی هم که بعدش گذاشتن دیگه همینجور رو به پایین، همه حقوق رو از هر کسی که خواست گرفت و جامعه رو به اقلیت‌های مختلفی تقسیم کرد. اهداف نظام جمهوری اسلامی در رابطه با جهان این هست که اول ایران رو اسلامی کنه و بعد جهان رو. این در قانون اساسی هست. و در درون ایران معنی این حرف محو تدریجی
بازمانده کلیه اقلیت‌های مذهبی و البته سایر دگراندیشان عقیدتی است. و این منظور من هست که فقط در تاریخ نبوده، بلکه الان هم در جریان هست. و این اهداف رو از چند طریق انجام میدن. یکی مخارج فوق‌العاده‌ای که برای ازدیاد تعداد مسلمانان تالا انجام دادن، یکی برعکسش مصادره به فقر کشیدن مخالفین و دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی هست و فراری دادنشون از کشور، یعنی همون زرتشتیانی که از صدها سال پیش به هند فرار کردن، همونهایی که به جاهای دیگه رفتن و همونهایی که به کل محو شدن از صحنه روزگار، الان هم اون بلا دوباره بر سرشون میاد، با توجه به اینکه الان امکان قتل عام کامل در ایران وجود نداره، ولی موفقیت بسیار زیادی داشته جمهوری اسلامی در همین کارش، به طوری که در حال حاضر به جای 2% که سابق در آخر پهلوی وجود داشت، الان 0.5% اقلیت‌های غیر مسلمان در کل جامعه ایران وجود دارن. این موفقیت بسیار بزرگی است برای نظام. بنابراین واقعیت این هست که بزرگترین پایه‌ای که باید فرو بریزه تا این روند، یعنی زدودن دگراندیشان و دگر باوران تحقق پیدا بکنه و حقوق بشر بتونه تضمین‌های عملی پایه‌ای در مملکت پیدا بکنه، این هست که حکومت مذهبی و دین دولتی باید منسوخ بشه. یکی دیگر از شیوه‌هایی که نظام سعی در محو دیگران داره، یک قانونی است به نام قانون اهل ذمه. ذمه معنیش قرارداده. اهل ذمه یعنی کسانی است که یا مستقیم یا به طور مفروض و اجباری وارد معاهده هستند با دولت یا فرد اسلامی. یعنی یک همسایه مسلمان با غیر مسلمان هم میتونه قرارداد اهل ذمه واردش بشه، ولی معمولا حاکم یا امیر مسلمین هست که این کار را میکنه، یعنی فعلا جمهوری اسلامی. قوانین اهل ذمه ربطی به اقلیت و اکثریت بودن نداره. در سابق که به یک مملکتی حمله میشد و تصرف میشد و اسلامی میشد، اون اکثریت اهل ذمه میشدن یا کشته میشدن یا از مملکت اخراج یا فراری داده میشدن. اهل ذمه از سوی دیگر ربطی به اهل کتاب بودن یا نبودن هم نداره، به خاطر اینکه هندوها در هند، زرتشتیان در ایران و بسیاری دیگر در متصرفات اسلامی قرنها اهل ذمه بودن تا اینکه فعلا به حد نابودی رسیدن. اهل ذمه بین کافر و مسلمان هم نیست، یعنی این نیست که برخلاف خوشخیالانی که در ایران جزء اقلیت‌ها هستن فکر می‌کردن یه دوران اهل ذمه یعنی این که ما کافر نیستیم. این اشتباه هست. ما دو نوع کافر تعریف شده در ایران توسط حالا دیگه اسم نمیبرم که بزرگ از کدوم مراجع این چیزها اومده، ولی یکی کافر حربی است، یعنی کافری که باید با او جنگ کرد، یکی کافر ذمی است. چند سال پیش که آقای خامنه ای فتوا داد که کافر از مسلم رأی ارث نمیبرد، توی دعوای خانواده زرتشتی بود که یکی از اینها مسلمان شده بود، همه ارث رو برده بود، خامنه ای این فتوا رو که داد، همه اقلیت ها دیدن پس ما 20 سال، سال 2001 بود، پس ما 20 خورده سال کافر بودیم و خودمون نمیدونستیم. بنابراین اهل ذمه صرفا اهالی یک کشور رو تبدیل میکنه به خارجی هایی که قابل اخراج هستن. خمینی میگه که اگر قرارداد اهل ذمه رو اینها فسخ بکنن، حالا اینها نمیگه کی، ممکنه اگر یک زرتشتی یک کار بدی بکنه همه رو بیرون کنن، یا اگر یک 20 یهودی کاری رو بکنن همه رو شامل اخراج بکنن. میگه اینها باید به ممالک خودشان برگردند. یعنی زرتشتی از کدوم مملکت اومده که به اونجا بره، یا مسیحی یا یهودی یا غیره. خود اینها بعد از همه دیگران وارد ایران شدن، بهش افتخار میکنن، اینها جزء حاصل استعمار و کلونیالیسم مملکت ما هستن. بنابراین هدف قایی قرارداد اهل ذمه که جلوگیری میکنه از هر نوعی برتری توسط افراد و جماعات غیر مسلمان بر مسلمی بر اساس یک اصل دیگری که اون هم منبعش رو نمیخوام بگم،
به نام اصل نفی سبیل، یعنی اینکه اصلی که هیچ راهی باز نباشد برای برتری غیر مسلمان بر مسلمان، یکی از نتایجش قرارداد اهل ذمه هست که یکی اینکه اگر غیر مسلمین بر مسلمین برتری داشته باشن، مثلا خونهشون بزرگتر باشه در اون نیبرهودی که هستن، باعث میشه اون بچه های طرف بگن اگر دین ما بهترین دین نیست پس چرا اینا خونهشون بهتر، این تولید عقده بکنه. و یکی دیگه اینکه جلوگیری بکنه از تعدد عددی غیر مسلمین و جلوگیری بکنه از تمرکز ثروت و قدرت فرهنگی سیاسی در مقابل غیر. این اصل چیزی است که موفق شده در طول تاریخ تمام این متصرفات رو بعد از کشتارهای اولیه کم کم خالی بکنه. مثلا بعضی ها از مبلغین جمهوری اسلامی میگن آقا در ایران کشوری است که بیشترین تعداد یهودی رو در خاورمیانه در خودش داره. این هنری نیست. 22,000 یهودی در ایران یعنی انقراض یک نسل. در افغانستان بعد از سقوط طالبان 2 نفر یهودی یافت شدند، یکیشون پیر بود حتما تا الان مرده، اون یکیشون هم جوان بود فکر میکنم فرار کرده رفته اسرائیل. در عراقی که بزرگترین مرکز 2500 ساله یهودیان در دنیا بود 6 نفر باقی موندن. در سوریه شاید 50 خانواده، در مصر 60-70 خانواده. هنری نیست اون هم تعدادی که در حال سقوط هست رو جلوشو بگیرن، یعنی افتخار کنن که ما خیلی دموکراتیم. این تعداد هم رو به افت هست. من تکرار سعی میکنم نکنم، ولی 2-3 مسئله هست. یکی دیه در قوانین شرع ایران که جاری و ساری بوده در اکثر اوقات بستگی به قاضی‌های مختلف، ارزش جان غیر مسلمان به مسلمان حتی ذمی 2-1 یا حتی 16-1 به قول خمینی بوده. با فشارهایی که در خارج کشور ما آوردیم و استفاده که در داخل کردن نمایندگان که رفتن گفتن اگر شما این دیه رو مساوی نکنید در خارج دی سو استفاده میکنن، حق دیه رو مساوی کردن برای 3 اقلیت. یعنی شما اگر بهایی رو که بگیرید که شامل این مسئله نمیشه، اگر شما یک بهایی رو در ایران بکشید، بچه، زن، بزرگ، اموالش رو وردارید تو خونش بیارید بیرون، این کار جرم نیست در ایران و تا به حال اتفاق افتاده. بعضی اوقات طرف رو میبرن، قاتل رو میبرن دادگاه، یا کسانی که مسلمان بودن مسیحی شدن، سالی چند تا از اینها رو مسلم میکنن، میارن میندازن تو خیابون جلو خونش که همه ببینن. آخریش در گرگان بود سال گذشته که همه ببینن. و این کار جرم نیست، برای اینکه محدور الدم طرف و طبق قانون رایج در ایران این کار میشه، ولی جمهوری اسلامی ادعا میکنه که ایران بهشت اقلیت هاست. چند تا از این بخشا رو من حذف میکنم، ولی فعالیت های حقوق بشری اگر 2 دقیقه دیگه که من وقت دارم اگر اجازه بدید. ببینید فعالیت های حقوق بشری به نظر من حد و مرز نداره، به نسبت نیاز و به نسبت قابلیت باید عمل کرد. ما نمیتونیم بگیم که چون مثلا خاتمی سر کار اومده بود یا چون بنده میخوام 50 سال کار فرهنگی در ایران بکنم هیچ کسی فشاری روی رژیم نگذاره. نه خیر، کسانی که مسئله دارن حق دارن که دفاع بکنن از جان دوستان، آشنایان، همفکران و حتی دیگران، و حق دارن که به هر چیزی دست بزنن. ما کارهایی که انجام دادیم در زمینه‌های مختلف، یکیش مطمئن ترین راه حل برای نجات جان و کامیونیتی ها و مجامع اقلیت ها بوده، مسئله خروج اونها از ایران هست. برای اینکه ما نمیتونیم صبر کنیم 50 سال برای کار فرهنگی. اکثر اقلیت های ایران منهای بهائیان از ایران تا کنون خارج شدن. مثلا سازمان هایاس، یک سازمان یهودی 320 سال است، 50,000 نفر تا را بیرون آورده که اکثر اینها غیر یهودی هستن، بهایی، زرتشتی، ارمنی. الان هم 10,000 نفر دیگه در صف هستن که از ایران خارج بشن و چندین برابر این تعداد هم به شخصه و طریق سازمان های دیگه خارج شدن.
بیرون اومدن در ایران از ایران متاسفانه مطمئن ترین چاره برای بقا و سروایوال بیشتر اقلیت‌های موجود در ایران هست. بهائیان به خاطر اعتقاداتی که دارن، زحمتی که میکشن، تعدادشون به نظر من بیشتر هم داره میشه. به خاطر اینکه الان تعداد زیادی از اسلام دارن به بهائیت، به زرتشتی و به مسیحیت گرایش پیدا میکنن. نمونهش همین دستگیری های اخیر، مسله کردن های پارسال، اعدام کردن های گهگاه و اخطارهایی است که آخوندها دادن که شما نگران مسیحی کردن خارجی ها نباشید، شما نذارید بچه های خودتون برن در ایران مسیحی بشن. یک دقیقه دیگه وقت بدید. یک مسئله دیگه که بسیار مهم هست، مسئله فشار ممتد و دائم روی نظام هست. ما برای نجات 13 نفر یهودی که نصفشون هم بچه و جوان بودن، به جرم جاسوسی گرفته بودن، بعدن هم عقب نشینی کردن از تمام این جرم ها، 1 میلیارد دلار روی دولت ایران سانکشن گذاشتیم مشروط به آزادی اینها. بسیاری مسائل پشت پرده صورت گرفت و بسیاری افشاگری های آشکار که بزرگترین کارزار دفاعی تاریخ ایران بعد از جمهوری اسلامی بوده، که البته متاسفانه بسیاری از مخالفین این رژیم بعدشون اومد که چرا اینقدر زیادی دفاع شده از اینها. این هم از معضلاتی است که باید بعدا بحث بشه. بنابراین برخلاف شایعاتی که ادعی میکنن، تحریم ها کار میکنه. ما نمونه های زیادی شده دیم، من دیگه تکرار نمیکنم. تحریم کار میکنه، تحریم مؤثر. فشارهای دیپلماتیک، ما حتی فشارهای دیپلماتیک آوردیم از طریق کشورهایی مثل مصر، مثل اردن، یعنی کشورهای اسلامی، سر آزادی 13 تا آدم و امنیت اون جامعه در شیراز. یهودیان شیراز بودن اینها و غیره و غیره. بنابراین خروج از کشور یکی، تحریم ها و فشارها یکی، و انواع افشاگری ها به هر نحوی که شده در ایران. و در آخر همین که به نظر من با تمام این فشارها اگر این رژیم سر جاش باقی بمونه، در آینده 20 ساله در ایران بجز اقلیت هایی که فعالانه دینشون رو تبلیغ میکنن حتی با ریسک جان، مثل بهائیان و مسیحیان و پروتستان، بقیه ایران از وجودشون خالی خواهد شد. مجسمه ها و آثاری خواهد موند، مثل مجسمه بودا در بامیان، که اونها رو هم عملا به تدریج در ایران دارن خراب میکنن. 6 تا کنیسای یهودیان رو 2 ماه پیش خراب کردن، آثارشون و قبرستان ها همه رو دارن میگیرن صاف میکنن، پارک میکنن، اسفالت، و این جماعات رو به افول هستن. یعنی راه حل های دراز مدت نوش داروی بعد از مرگ سهراب هست. خیلی متشکرم. وقتی که به من دادین و تشکر خیلی زیاد از برگزار کنندگان این سمینار خوب. فکر کنم سمینار رو همه ازش داریم استفاده میکنیم، درسته؟ خدا رو شکر. و این فرصت برای من هستش که ابراز وجود بکنم از طرف مسیحیان ایرانی، از طرف فارس‌زبان‌هایی که در ایران از زمینه آشوری و ارمنی نیستن، آبا اجدادی از پدر مادر مسلمان به دنیا آمدند ولی به مسیحیت گرویدند. دلایل مختلفی وجود داره که در فرصت مناسبی صحبت خواهم کرد راجبش، اما مهم هست که بدونم که این گروه هم به گروه های مختلفی که در ایران آزادیشون نقض میشه پیوستند و صداشون و نیازهاشون باید مطرح بشه در میان زنان، در میان روشنفکران، در میان جوانان، در میان دانشجوها، محصلان، کارگران، در میان زندانیان، در میان گروه های سیاسی، در میان مجاهد و سلطنت طلب، در میان همه اینها افرادی هستند که به مسیحیت پیوستند به دلایل مختلف، و اینها هم تحت جور و مشکلاتی هستند که همه ما واقف هستیم. شعری هست که من خوب نمیدونم ولی میگه اگر عمد شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. اگر در ایران زندگی میکنه کسی، مسئله نقض حقوقش وجود داره، اما وقتی به هر حال این گروه ها، این افراد
در اجتماع برای جمهوری اسلامی مسئله ایجاد میکنن. امروز وجود ایرانیان مسیحی زخم عمیقی به پیکر جمهوری اسلامی به خصوص به پیکر اسلام سیاسی و افراطی زده، چرا که اونها به هر حال مسیحیان رو دو دسته میدونن، اهل کتاب که عملا آزادی هایی دارن در ایران، بیشتر آشوری ها و ارامنه، اما اونهایی که نجس هستن، اونهایی که کافر هستن، اونهایی که به هر حال 98% مسیحیان دنیا رو که عقایدشون متفاوته از اون چیزی که قرآن تعلیم میده، اینها مخالف خودشون، مخالف خدا، مخالف رسول خدا، مخالف کائنات میدونند و اینجا هست که مسئله ما مشترک میشه. من وقت جلسه رو امروز زیاد نمیخوام بگیرم چون میدونم که وقت کمه و عزیزانی هستن، اما اون چیزی که من اینجا مهم هست امروز بیان کنم این هستش که روشنفکران ما باید در نظر داشته باشن که مسئله پدیده جمهوری اسلامی و مسئله افراد در مذهب و ضرباتی که همه ما به هر حال متحمل شدیم دلیل برای این نیست که اگر گروهی افرادی در ایران به مذهب دیگه گرایش پیدا کنن این هم همون خواهند شد. شاید همون بشن، ولی دلیل برای این نیست که نیازهاشون مطرح نشه، دلیل برای این نیست که آزادی بهشون داده نشه که بتونن حرفشون رو بزنن و اون عقیدهشون رو دنبال کنن. و من خوشحال هستم که امروز این فرصت به من داده شد که بتونم به عنوان یک کشیش که از دین آب و اجدادیش به مسیحیت اومده 18 سال و در رابطه با حقوق بشر فعالیت میکنم، من همکارام رو در سال 94 کشیش هایک رو که ایشون شهید شدن، کلیسای ایران شهدای بسیاری داده، ایرانیان مسیحی در زندان هستن، بسیاری از ایرانیان مسیحی شکنجه شدن، شهادت هایی دارن عجیب غریب و اینها ایرانی هستن، از ما هستن، ما یکی هستیم و من و تو تا ما نشویم کار درست نمیشه، ما باید ما بشیم. و ممنون هستم که این فرصت ها رو میدید که فریاد اونها، صدای اونها، اعتراض اونها از طریق این تریبیون ها، از طریق این میکروفون ها برسه، که امروز در حدود آمار غیر رسمی نشون میده 4 سازمانی که اینوالف هستن در ایران در مورد کلیساهای خانگی، بیش از 1,000,000 ایرانی در ایران به مسیحیت اومده، 70% جمعیت ایران زیر 30 ساله، اکثر اینها جوان ها هستن، 18,000 گروه خانگی زیرزمینی پنهانی در ایران اینها جمع میشن، برنامه های خودشون رو اجرا میکنند و دائم بگیر و به بند و به زن و بگیر وجود داره و کشت و کشارهایی که تا حدود میدونید. متاسفانه جمهوری اسلامی به مسئله مسیحیت و مسلمانانی که به مسیحیت میاد خیلی حساسه، به خاطر اینکه حیثیت مذهبیش رو در خطر میبینه. آقای احمد نژاد صحبت‌های زیادی در این مورد کردن، چرا اینها به مسیحیت اومدن؟ یه دلیلش اعتراض به اون هست که اون چیزی که در ایران وجود داره انسانی نیست، ضد انسانی است و اونها به این صورت اعتراضشون رو اعلام میکنن. خیلی متشکرم. بسیار ممنون. ما سوال میگیریم الان، اگر ارشد شما به ما کمک کنید توی بخش سوال جواب یا صدا هست مدرس، من میخوام سوال کنم که تعداد بهایی ها قبل از انقلاب چقدر بودن؟ گفتیم بوده 300,000 نفر اگر درست هست اینو میخوام تعداد بدونم. بعد به نظر میاد که یه بخشی از مسائل علاوه بر اعتقادات مذهبی و دینی آدم‌ها، یه بخشش مسئله واقعا سیاسی هستش. توضیح داده بشه که یه چیزی هم که گفتید که اجازه کار ندارن اینا رو
سوال دومی که داشتم این بودش که از خانم شهید نورایی خیلی ممنون سخنرانی بسیار شهید یزدانی خواهش ببخشید. عملاً کسانی که دین باور نیستن توی ایران ما حداقل سرنوشتشون تو خیلی از موارد با هم مشترک بوده، یعنی اینکه
عملاً هیچ حقی در جامعه ایران نداریم، به رسمیت شناخته نشدیم، تو یک جا بس دفن بشیم. یعنی هیچ کسی در ایران اگر اعلام بکند که بیدین هستش، مجاز به دفن در هیچ گورستان دیگه ای نیست غیر از اینکه تهران بره تو خاوران دفن بشه یا برن دفنش بکنه. و عملاً سرنوشت مشترکی داریم. چه جوری تونستیم این سرنوشت مشترکمون رو به یک فعالیت مشترک، به یک تلاش مشترک تبدیل بکنیم؟ ممنون. رضا. با سلام و خیلی تشکر از پنلیستای محترم. من سوالم به آقای نیکبخت هست. قسمت اولش که ایشون از مذهب مهاجم نام بردند و خطر به اصطلاح این مذهب مهاجم در جهان امروز، این بحثی است که امروز به نظرم خیلی جدی در سطح به اصطلاح جنگ و تقابل مذهبی این نوع بحث مطرح میشه و در حقیقت به نوعی تقابلی هست بین بنیادگرایی مثلا یهودی با بنیادگرایی اسلامی با بنیادگرایی مسیحی، و به نظرم نباید به اصطلاح بحث مذهب مهاجم رو مطرح کرد و از اونجا نباید نتیجه گرفت که مذهب مهاجم اسلام هست و بنابراین اسلام بیاد به اصطلاح محکوم بشه در مقابل سایر مذاهب. این به نظر من تقابل به اصطلاح بنیادگرایی مذهبی هست از جانب همه مذاهب و از جمله به اصطلاح بنیادگرایان مسلمان، و چنین بحثی به نظر من مقبولیت نداره، حداقل از جانب گروهایی که طرفدار حقوق بشر هستن و مذهب رو به جدا از این که مهاجم و نمیدونن پاسیف و غیره تقسیم بکنن، حق طبیعی هر انسانی میدونن و مسئله خصوصیش میدونن. قسمت دوم، یک دوستی به من تذکر دادن باز در رابطه با آقای نیکبخت که ایشون در صحبتشون به کمونیست ها به اصطلاح اشاره کردن در دوران انقلاب که همه چیز رو فدای موکول میکردن به اصطلاح به آینده، و ایشون گفتن که این بحثشون دقیق نبود و زیاد جالب نبود که اینجا یک تقابل به اصطلاح با چپ رو در این به اصطلاح پنل حقوق بشری مطرح بکنن. خیلی ممنون. ممنون. علی. خیلی ممنون، بسیار پنل عالی بودش، استفاده کردم من شخصا. من فکر میکنم علاقمندان به حقوق بشر، طرفدارانش و فعالینش، علاوه بر این که در رابطه با ایران و مسائل با ایران این نوع کارها رو باید بکنن و این اهداف رو باید دنبال بکنن، در جاهای مختلف دنیا به خصوص ایرانیایی که ما از ایران به خاطر مسائل عقیدتی، مذهبی، سیاسی و حتی اقتصادی پراکنده شدیم و آمدیم زندگی میکنیم، باید نسبت به مسائل محل خودمون علاقه داشته باشیم و از حقوق بشر در اونجا هم دفاع بکنیم. در آمریکا، در فرانسه، در آلمان مسائل زیادی هستش و من جمله در اسرائیل که هموطنان ما مجبور شدن مهاجرت کنن اونجا، اونها هم باید به مسئله حقوق بشر به خصوص در مورد مردم فلسطین برخورد بکنن و این کار رو بکنن. منتها این رو هم بگم که دفاع ما از اقلیت‌های مختلف در ایران، نقض حقوق در حقوق بشر در ایران بدون قید و بلا شرطه، صرف نظر از اینکه در بقیه دنیا چه اتفاقی میفته. ما از تمام حقوق انسان‌هایی که در ایران چه به عنوان شهروند ایرانی و چه مهاجر از اطراف مثل افغانستان اومدن باید دفاع بکنیم. همین. ممنون. من اسم 5 نفر دیگر اینجا تو لیست دارم و فرصت ما خیلی خیلی محدوده. تقاضای من اینه که سوالاتون رو محدود بکنین، کوتاه و متمرکز. ممنون. مجده. بفهم. شما منیره خانم هستین؟ من مجده دارم اینجا. من نفی کنم که اشتباه نشنه. خودتونین؟ من یک چیز کوتاه میخواستم فقط اضافه کنم، ممنون اضافه به صحبت هایی که شد. از یکی میخواستم، یادم نمیاد که این اشاره شد یا نه، یکی مثلا این بود که یادتون باشه در سالهای اول بعد از انقلاب
شاید تا بعدها ادامه داشت من نمیدونم، این بود که تو روزنامه مدام عکس و نام کسایی مطرح میشد که اینا از دینشون برگشتن در مورد بهایی مسیحیان اینا. این دقیقاً یه جور تبلور خودش، این مثلا این پدیده تبلور مجموعه تبلور دقیقاً اون فشار و سرکوبایی هستش که به این اقلیت‌های دینی میمده که اینا وادار میشدن به طور مستقیم یا غیر مستقیم که از دینشون برگردن. من در زندان با همبندی داشتم یه خانم مسیحی که یا خانم بهایی که اینا شرط آزادیشون برگشت از دینشون بود و اعلام این مسئله در روزنامه ها یکی از این مسائل بود. و یکی دیگه من این رو می‌خواستم بگم در مورد ازدواج هستش، ازدواجی که به اصطلاح یک مسلمان با مسیحی غیر مسلمان اینا این باقلت مذهبی اینه که باید دینشون رو عوض بکنن اون اقلیت ها نه مسلمان. اینو می‌خواستم دقیقاً بدونم که آیا در مورد به فرض یعنی مرد مسیحی که مثلا مرد مسیحی که میخواد با یه زن مسلمان ازدواج بکنه، این مرد مسیحی باید دینش رو عوض بکنه؟ چون در مورد عکسش صادق است، یعنی مرد مسلمان با زن مسیحی، مسیحی باید دینش رو عوض بکنه زن مسیحی، یعنی باید به دین مرد. حالا این برعکسش هم هست یا اینکه نه در به هر حال به نفع اون فرد مسلمونه؟ اینو میخواستم یکم بدونم. خیلی ممنون. منیره منیژه خانم بفرمایید. خانم بی نظر ببخشید یه کوچولو تذکر من بدم، ما بریک رو نخواهیم داشت احتمالاً، اون دوستان سیگاری اینا دیگه عذر می‌خوایم، بازم وقت به حساب زیاد داریم می‌گذاریم. پنال میتونه فقط نفری دو دقیقه پاسخ به کل سوالا بده، برای اینکه واقعاً نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم تا ابد. سوال من دو نفر دیگه تو لیست دارم برای سوال، بازم تقاضا میکنم مختصر و متمرکز سوالتون رو بفرمایید ما فرصتی داشته باشیم پاسخ بدیم. شما بفرمایید منیژه خانم. بفرمایید. جانا. که فرمودید راجع به تعداد اقلیت ها چقدر جدیده این آمار؟ سوال اولم اینه از آقای نیکبخت. آقای نیکبخت، توهین هایی که به اقلیت ها میشه از زمان انقلاب تا به حال آیا بدتر شده، بهتر شده؟ چون چیزایی که ما میشنویم چیزای متفاوتی هست. در مورد آن چیزی که آقا خانم پیرنظر و آقای نیکبخت گفتن کاملا درسته. زردشتی‌ها رو من میدونم اصلا احتیاج ندارن خونه هاشونو بفروشن، به بل اجبار مملکت رو ترک میکنن و خونه هاشون رو به رایگان مردم به دست میارن. بسیار خوب. آقای فنی آخرین نفر. متشکرم. خیلی ممنون. من سوالم جزئی نیست بلکه بیشتر نظریه. من میخواستم خدمتون عرض بکنم که همونجوری که میدونیم دولت‌های مدرن یکی از وظایفش استاندارد کردن جامعه بود، یعنی در قرن 18 و 19 اکثر کشورهای اروپایی و دولت‌های اروپایی شروع به استاندارد کردن جامعه خودشون کردن. برای مثال فرانسه‌ها در فرانسه 26% جامعه فرانسه رو تشکیل میدادن، ولی همونجور که میدانیم امروز زبان فرانسه زبان رسمی هست و بقیه زبان‌ها نه تنها در اقلیت قرار دارن بلکه از بین رفتن. همین هم در اروپا و کشورهای دیگه صادق بود. سوال من اینه که آیا ما میتونیم کامپراتیو بررسی بکنیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت در نظر بگیریم و بگیم که این دولت در حال استاندارد کردن جامعه است؟ من از تکثرگرایی اون جنبستی که شما داشتیم همه یعنی با تو موافق هستم، ولی میخواستم برای درسگیری و بدونیم که چگونه باید عمل بکنیم شما یک مقایسه ای داشته باشیم بین، یا اگه الان امکان نداره بعدها بهش بپردازیم، که چه فرقهایی بین دولت جمهوری اسلامی وجود داره و دولت‌های اروپایی که در حقیقت این استاندارد کردن و پی گرفتن و در حقیقت امروز به یک جامعه رفاه اجتماعی رسیدن. آیا این امکان وجود داره؟ موتیشن رو چجوری میبینیم؟ متشکرم. خیلی متشکر. من از آقای ثابتیان دعوت میکنم که به هر کدوم از این سوالا که مربوط به و شما ندا در ابتدا پاسخ بدید. بفرمایید. همطور که میدونید دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله. خیلی ممنون هستم از این فرصتی که داده شده در خدمتون باشیم. بنده به نوبه خودم خیلی خیلی استفاده کردم و از برگزاران این جلسه تشکر میکنم.
پاسخ به سوالاتی که شد شاید چندین ساعت وقت لازم داشته باشه، ولی من سعی میکنم در حوزه 2 دقیقه پاسخ بدم. سوال شد در مورد تعداد بهایان قبل از انقلاب. تقریبا تخمین این زده شده که حدودا 500 هزار نفر بهایی در ایران قبل از انقلاب وجود داشتند و تخمین ما الان حدودا 300 هزار نفر هست. سوال بعدی در مورد این بود که زندگی و معیشت بهایان الان به چه نفع اداره میشه، چون اجازه کار در ادارات دولتی و حتی بخش خصوصی هم ندارن، یعنی دولت جمهوری اسلامی در بخش خصوصی فشار میذاره که کارمندان بهایی خودشون رو اخراج بکنن، وگرنه از جواز کسب و کار محروم خواهند بود. بهایا به طور کلی فعلا تا حدی که امکانش هست کارهای خصوصی انجام میدن، یعنی کارهای شغل مشاغل خصوصی اشتغال دارن و واقعا از نظر جنبه اقتصادی بسیار بسیار در مضیقه هستن، ولی تا اونجایی که میتونن زندگی خودشون رو به این نحو میگذرونن. سوال شد در مورد مسئله سیاست. شما درست فرمودید در آیین بهایی بهایان در سیاست دخالت نمی کنه، ولی چون این یک نکته ایست که شاید لازم باشه بنده توضیح بدم، منظور از دخالت در سیاست در حقیقت دخالت در سیاست های حزبی است، چون بهایان بر طبق اصول و آیین خودشون با هیچ گروه و حزبی مخالفتی ندارن، در نتیجه نمیتونن وارد یک حزبی بشن برای مخالفت با حزب دیگه. اما در کلی موارد حقوق بشر مطمئنن صدای خود جامعه خودشون رو و هموطنان خودشون رو به گوش مقامات رسمی میرسونن. مسئله در مورد جدایی سیاست و حکومت دولت شد که اگر دین دیگه بیاد به چه صورت خواهد بود. در خصوص آیین بهایی بنده به عنوان سخنگوی بین‌المللی جامعه بهایی رو عرض میکنم، در آیین نامه دیانت بهایی به طور کلی مذهب از سیاست کاملا جدا شده و بهایان در هر کشوری که باشن موظف هستن که طبق قوانین اون کشور عمل بکنن، در نتیجه این مسئله کاملا مشخص شده. و تا اونجایی که یادداشت کردم در مورد ازدواج، تا اونجایی که بنده به خاطر دارم گویا در جمهوری اسلامی مرد مسلمان مجاز هست با زن غیر مسلمان ازدواج بکنه، ولی زن مسلمان گویا نمیتونه با مرد غیر مسلمان ازدواج بکنه. این اطلاعاتی که فکر میکنم درست باشه. به هر حال نمیدونم بنده چند دقیقه دیگه فرصت دارم. 2 دقیقه شد. یه سوال دیگه بود شاید شما بتونین جواب بدین و اون این بود که بیدینان در ایران که امروز جزء اقلیت‌های مذهبی شناخته شده نیستند و همسر نوشتی دارند با بهائیان، اونها رو چگونه در این کاتگوری می‌بینید؟ بدون شک اونها هم دقیقاً از نظر تقسیم بندی همین حالت بهائیان رو دارن، چون که معتقد، یعنی به طور کلی به دینی قائل نیستن و در جمهوری اسلامی حتما یک فرد باید دین داشته باشه و دین اسلام داشته باشه. از نظر آیین بهایی حقوق هر فردی و هر شخصی قابل احترام هست و لازم الاجراست، یعنی بهایان حقوق کسانی که میخوان باور داشته باشن نداشته باشن. و اینجا واقعا نکته مهم این است که ما در مسائل حقوق بشر انسان رو چطور تعریف میکنیم و انسان یک مفهوم کاملا عامی است که هیچ خصوصیتی نداره، به تمام انسان ها اطلاق میشه و حقوق کلی انسان ها چه دوست دارن باورهای مذهبی داشته باشن چه نداشتن باید قابل احترام باشه. و ما امیدواریم که همه ما بتونیم به هر نحوی که هست دست به دست هم بدیم و حقوق کلیه ایرانیان، شهروندان ایرانی رو اجرا بکنیم، اهم از این که به خدا اعتقاد دارن یا ندارن، تمام اونها برای ما محترم هست. خیلی متشکر. آکادمیکی نوشته خانم دکتر الیز سناسریانه که به سال 2000 چاپ شده. این سوال سرکار. دو تا سوال از فریار فکر کنم هست که حقوق بشر در اسرائیل تکلیفش چی میشه و دوم این که مذهب مهاجم در سطح بین المللی. میتونید تو 2 دقیقه توضیح بدید؟ شما از کجا فهمیدید اسرائیل از من سوال شده؟
خیلی سریع من خدمت دوستان رو چند تا سوال رو جواب بدم. در مورد مذهب مهاجم، ببینید من نباید دیگه توضیح بدم منظور به چه دلیل و از کجا بوده. همه ما که الان اینجا نشستیم، حالا به جز شاید 5 نفر در همه ما، به این دلیل فرار کردیم که یک اتفاق در ایران افتاده. اون اتفاقی که در ایران افتاده به حکومت رسیدن بهائیان یا مسیحیان یا غیره نبوده. که من منظورم مذهب افراطی مهاجم اسلام افراطی است که همین شما هم اگه صحبت میکردید تقریبا همین حرف رو میزدید. ولی من یه چیزم میخوام در اینجا اضافه بکنم. ببینید ما اینجا یه مسئله خاصی رو مطرح کردیم و خیلی مسئله مطرح نکردیم. ما خوبی‌های زیادی هم دیدیم که حالا اینجا مطرح نکردیم. جان بسیاری از خود ما رو همین هموطنان مسلمان رو نجات دادن، پناه‌های ما داشتیم در خدمت همونها، کمک‌هایی کردن در بدترین موقع که میتونستن نکنه. خیلی چیزا هست که میشه گفت. بحث من راجع به اون چیز سیستماتیک مهاجم و افراطی است که خود مسلمان‌ها رو هم صدمه زده. تعداد قتلی که از مسلمان‌ها کردن در ایران از جمع اقلیت‌ها بیشتر بوده، از جمع تعداد یهودیان تمامشون بیشتر بوده که اعدامایی که مسلمان‌ها در ایران کردن. اونها رو که نگفتیم، امروز جمع شده بودیم در این پنل که این یه گوشه دیگر مسئله رو بگیم. حالا بقیه‌اش هم خصوصی صحبت. بله، هنوز فرصت هست که باز بیشتر صحبت بکنیم. سرکار آقای فروتن، اگر مسیحیت امروز به قدرت رسیده بود در ایران، اوضاع چطور بود؟ این سوال رو میخوام جواب بدم. و اینکه آیا غیر مسیحیان که در طول تاریخ به قدرت رسیدن اثر قشتی، روشنفکر، اگناستیک، بی خدا، با خدا، آیا نمونه ای هست که بگیم اونها کار بهتر انجام دادن؟ ما همه رو بذاریم کنار، بگیم خب این سیستم خوبه. اشکال اصلی مسئله مذهب نیست تا زمانی که تعلیم اون مذهب اون نوع کشت و کشار و تبعیض رو تبلیغ نکنه. اون با شماست که قضاوت بکنه که آن مذهبی که دارید در کتابش آیا تبلیغ انسانیست یا نیست. مسیحیت کنن تعلیم عیسی مسیح طوریست که مذهب رو از سیاست جدا میکنه، حکومت از مذهب جداست، اما مسیحیان توسط رأیشون میخوان در سرنوشت خودشون شریک باشن. وقتم با اجازه شما خیلی متشکر. ندا یک جمله فقط به من گفته میخواد بگید. فقط مثلا میخواستم اگر یک چیز به ازت کنم زده آقا سبکیم که عربای چطوری با هایا کار میکنن تو ایران. فکر کنم بودن 6 ماه پیش یه نامه از گورنمنت اومد بیرون به کمپانیهای دیفرنت که لیستای کمپانیهای ایرانی ها نوشته باهایی که با هایا کار میکنن که با اینا بیزنس نکنید. سو اینم تا 6 ماه پیش شروع کردن. به آخرین صحبت من فکر کنم نظر همه پنلیست اینجا هست که تنها در یک جامعه‌ای که به پلورالیسم فرهنگی، به پلورالیسم دینی اعتقاد داشته باشه، دین از سیاست جدا باشد، هستش که ما میتونیم به آزادی مذهب در اون جامعه تضمینی داشته باشیم. و این چیزیست که جمهوری اسلامی وعده داد و انجام نداد. خیلی ممنون.